دقیقاً 30/12/1366 بود که من خانواده‌ام با خودم آورده بودم در بوشهر، خونه یکی از اقواممون بودیم و اون شب من اسکرمبل بودم و تاکیدم میشد که امشب احتمال اینکه حمله هوایی زیاد بشه هست و آماده باش. اون شب که یه خوردی سفارشم شد، من با کابین آقا و منام آقای عباس صنعتکار دوتایی با هم اسکرمبل بودیم که گفتم که بهتر شامونو بخوریم که اگه اسکرمبل زدن آماده باشیم پرواز بکنیم. یادش به خیر یه شخصی بود اونجا پذیرایی میکرد، از ما اونجا زحمت کشید برای مشایی درست میکرد، غذا درست میکرد، به نام مشتسن نامی بود. من صداش کردم مشتسن لطفاً غذای ما رو بیار که وقت اسکرمبل نزنن. غذا رو گرم کرد، همین آورد، ما رفتیم غذا رو بخوریم، دیدیم صدای زنگ اسکرمبل بلند شد و پرواز کردیم. پرواز کردیم رفتیم بالا، منتها اینها اینطوری بود که پروازهای معمولا اون موقع پروازهای ایزایی انجام میداد نیروی هوای عراق. فصل هم فصل زدن نفتکش ها بود که بلکه اقتصاد ایران فلج بکنه، به ایران قطعنامه ها رو بپذیره. ماموریت ایزاییشون هم معمولا اینطوری بود که چند فروند هواپیما بلند میشدن، می اومدن به سمت عرشبت که نفتکش ها یا به سمت جزیره خارک و معمولا اسکرمبل ما بلند میشدیم، اینها به مزی که بلند میشدیم میرفتن عرشبت که میشستن. در اصل ماموریت اصلی اونا انجام نمیدادن، اونا تومه بودن که بلند میشدن که طرف مقابل خسته کنن و تا اون هواپیمای اصلی خودش بره ماموریت خودش انجام بده. این یکی از اون نمونه هایی بود که اسکرمبل زدن و ما بلند شدیم رفتیم. یه خورد مدتی که پرواز کردیم اونها رفتن و هواپیما ما یه مشکل کوچیکی پیدا شد که ما مجبور شدیم بنزینمون رو دامپ کنیم، یعنی خالیش بکنیم، بنزینو سبک کنیم، خودمون اومدیم نشستیم، خطر رفع شد. ما برگشتیم، من به کابین عقبم گفتم که به نظر میرسه عباس آقا امشب یه شب شلوغی داشته باشیم، اینه که بریم زودتر یه چیزی بخوریم گشنه نمونیم. ما برگشتیم اومدیم توی اسکرمبل، تا رفتیم ما غذا رو دوباره شروع کنیم بخوردن بلافاصله اسکرمبل بعد زد. ما اسکرمبل بعد بلند شدیم، همون حالت تکرار شد، یعنی رفتیم بالا و دوباره بلافاصله اینهایی که حمله کرده بودن، یعنی به سمت خارک و خارکو داشتن می اومدن که در اصل بیان خارکو بزنن یا اینه که کشتی نفتی ما رو بزنن، بیشتر هدفشون کشتی نفتی بود که اون موقع بتونن اقتصاد ایران کار بندازن. دوباره ما دیدیم اینها برگشتن رفتن و ما درخواست کردیم که اگه میشه خوردی بیشتر بالا وایستیم، نکنه اینا تکرار بکنن دوباره. به همین دلیل نزدیک به 1 ساعت و 40 دقیقه 1 ساعت و 45 دقیقه ما پرواز کردیم بالا، ایستادیم، اومدیم نشستیم. اومدیم نشستیم، همین نشستیم، دوباره برگشتیم ما توی محله استراحتمون، برگشتیم نشستیم، بلافاصله اسکرمبل سومو زدن. اسکرمبل سوم ما بلند شدیم، دیدیم که باز اون حالت تهاجمی این یکی از بین رفت. منتها ما رفتیم یک قسمتی از حاشیه خلیج فارس رو شروع کردیم ارسیات پرواز کردن که هوای اون کشتی ها رو هم داشته باشیم که ماموریت ایزاییشون دوباره تکرار نشه. و تو همین موقع که ما داشتیم پرواز میکردیم، ما تو ارتفاع 20,000 پا نگه داشتیم پرواز میکردیم، ما سمتمون به سمت شمال بود، دقیقا ساعت 12:28 شب بود که رادار برگشت به ما گفت که یک هواپیما، یه هدف شما دارین توی ساعت 6 به فاصله 25 پا. من چون حس کردم که خیلی نزدیک به ما هست و ارتفاع ما هم خیلی بالاست، این بود که بلافاصله دماغ هواپیما رو انداختم پایین و من مورد هدف قرار نگیرم و مضافاً برای اینکه بتونم خودمو جمع جور بکنم که حمله بهش بکنم. ساعت 6 یعنی اون به این حالت بود، ما به این سمت بودیم، ایشون دقیقاً تو قسمت دوم ما قرار داشت. این هواپیمایی بود که تقریبا از طرفای دهران عربستان خوردی قسمت بالاتر می اومد که کشتی که از بارگیری کرده بود خارکو بره به سمت عرشبت که دریا آزاد که
بتونه نفت ببره، منظورش این بود که بیاین کشتی رو بزنیم. علیه حال ما بلا فاصله ارتفاع رو آوردیم پایین و من تو همین زمان به آیه سندکار که کابین عقبم بود گفتم که فاصله خیلی نزدیکه، بلا فاصله برو داپلر مود، بلکه بگیریم داپلر مود. این حالتی است که هر چقدر راحت‌تر میتونی هواپیما رو پیداش بکنیم. به محضی که ما هدان شدیم، یعنی برگشتیم روبرو هم دیگه، از این حالت برگشتیم روبرو هم، من هم ارتفاع خیلی کم کرده بودم، تقریبا به فکر میکنم حلوش 2-3 هزار پا ارتفاع رو کم کرده بودیم و ارتفاع خوبی هم داشتیم. اونا تقریبا بالا سر از ما قرار گرفته بودن و توی زاویه 12 ما قرار گرفته بود که من تو این لحظه گفتم اگر میشه فینیکس قربانیش نکنیم، بریم با اسپرو بزنیم، یعنی موشک ارزمون قیمت‌تری. برجت رفتیم و تقریبا فکر میکنم تو این مدت یه چیز در حدود 14 مایل، الان دقیقا حضور سر ندارم، 14 مایلی بود یا 10 مایلی که لار به ما داد. لار یعنی موقعی که هواپیما توی اسکوپ ما، توی صفحه ما پیدا میشه، این شروع میکنه تشخیص میده که این دست میگیره و اینو خیلی درشت نشون میده و شروع میکنه چشمک زدن، یعنی این بهترین موقع زدنه. و بلا فاصله ما موشک زدیم. همین همزمان که ما موشک زدیم، من برای یک لحظه دیدم وحشتناک یه انفجار جلو ما اتفاق افتاد، چون به نظر میرسید اونم موشک زد، یعنی تو عملی که من موشک زدم اونم به نظر میرسید یه چیزی زد، ولی ما به قدری انفجار شدید بود و فاصله نزدیک بود، من فقط تونستم سری سمت چپ بپیچم که نرم توی قسمت آتیش و ارتفاع رو شروع کردم اضافه کردن و تا میتونستم گردش به چپ گذاشتم و از منطقه فرار دور بشم. که تو همین لحظه انفجار پیش اومد، دوست عزیز ما آقای صنعتکار که میگم هر شبت که کابین عقب ما بود احساساتی شد و شروع کرد الله اکبر گفتن و الله اکبر گفتن. تماسی که گرفتن گفتیم که چه اتفاقی افتاده، گفتن که به نظر میرسه که یه آتیشی افتاده، یه انفجاری در هوا اتفاق افتاد و به نظر میرسه که این هواپیما هدف موشک شما قرار گرفته، چون ما تماس گرفتیم با اونجا، گفتیم آقا شما رو چه بلایی به سرتون رو بردن، چون اونها ما فکر کردیم به سمت ما دارن میزنن، حالا نکو اونها موشک رو در اصل به سمت کشتی زده بودن که خوشبختانه با پاشنه کشتی برخورد کرده بود. اونجا هم جایی هست که معمولا زیاد صدمه به کشتی وارد نمیکنه، ضرر خاصی رو به کشتی وارد نکرده بودن، ولی هواپیمای دشمن ساقط شده بود.